شاه همچنین در این روزها فرصت میکنه نسخه انگلیسی کتاب پاسخ به تاریخ رو تکمیل کنه. او در آخرین سطرهای این کتاب مینویسه: برای همه کسانی که در کشورم با فقر و مرگ دست به گریبانند دعا میکنم. برای جوانانی که گمراه شده اند دعا میکنم. برای کسانی که در سکوت رنج میکشند دعا میکنم. ای خداوندی که همیشه به تو باور داشتم، کشور ما را حفظ کن و مردم ما را نجات بده. در شهرهای مختلف مردم به میادین شهر می روند و هر آنچه نماد و یا نشان شاه و خانواده سلطنتی است تخریب می کنند. آنها مجسمه های شاه و رضا شاه را به پایین می کشند. مجسمه شاه در دانشگاه به نمایش گذاشته می شود و مخالفان خیابانهایی که به نام شاه است به اسم آیت الله خمینی تغییر می دهند. شاهنشاه آریامهر شاه میهن، اعلی حضرت محمد رضا پهلوی چه کسی بود؟ اصالت شهرستان آلاشت مازندران، متولد 1298، دکترای حقوق فرانسه، دکترای جامعه شناسی، زبان انگلیسی هاروارد، خلبان بوینگ 747، خلبان فانتوم F14، خلبان شکاری F16، خلبان افتخاری تیم فرشتگان آبی با گروه جت امریکایی برای اولین بار، سهامدار شرکت هواپیمایی F14 که باعث خشم جیمی کارتر و کنگره امریکا شد و اولین دلیل سقوط شاه، 70% سهامدار شرکت بنز کروپ آلمان، سهامدار شرکت هوایی شارلز دیگال فرانسه، سهامدار امریکن اینتر سرویس، سهامدار شرکت رویال کل، سهامدار شرکت بلر امریکا که بعدها تلویزیون شهاب شد، اولین شاه ایران که شاه 60 کشور دیگر در پشت سرش رژه رفتند، بنیانگذار جشنهای 2500 ساله که نشان تمدن ایران بود، بزرگترین دارنده هلیکوپتر کبرا بعد از امریکا، بزرگترین سهامدار تانک مرکوری انگلستان، دارای ارتش زمینی هوایی دریایی 5 دنیا، ژاندارم خاورمیانه و خاور دور. هیچ کشور عربی حق فروش 1 لیتر نفت بدون اجازه شاهنشاه را نداشت. ایران دریادار خلیج پارس و تنگه هرمز بوده. پیروز نبرد 6 ساعته با عراق و گرفتن 6 کیلومتر مربع از پدرزن صدام، رئیس اوپک به همراه امریکا، دارنده بزرگترین ورزشگاه به نام آریامهر در جهان به دستور شهبانو فرح دیبا، اولین دعوت شده به همراه ملکه به پارک دیزنی لند امریکا، تأسیس ذوب‌آهن اصفهان که قطب اقتصاد ایران و خاورمیانه شد، تأسیس تراکتورسازی تبریز با 10,000 کارمند، تأسیس شرکت ایران ناسیونال، تأسیس ورزشگاه بزرگ آریامهر به دست فرانسوی ها که مورد انتقاد شدید شهبانو قرار گرفت و از شرکت فرانسوی غرامت گرفته شد، بورسیه تحصیلی به 24,000 دانشجو در امریکا که چمران پوفیوز با بورسیه پهلوی به امریکا رفت و زن و بچه امریکایی داشت که البته بعدها برای تکمیل دوره‌های حرامزادگیش به لبنان رفت و ازدواج کرده و زمانی هم که به ایران برگشت یک زن ایرانی هم گرفت. وام دهنده به بزرگترین مراکز دنیا، در سال 52 وام سنگین، 70 میلیون دلار صندوق جهانی پول، 284 میلیون دلار کشور فرانسه، 200 میلیون دلار سازمان جهانی نفت اوپک. دوران پهلوی چنان اقتداری بود که دکتر علی خلعتبری ریاست سازمان انرژی هسته‌ای را بر عهده گرفت و امریکا قول ساخت 30 نیروگاه هسته‌ای به ایران را داد.
اقامت برای ایرانیان در 72 کشور جهان بدون ویزا. احترام نظامی بعد از دیدن عکس اعلی حضرت بر روی پاسپورت در 60 کشور جهان. چنان قدرتی بر ایران حاکم شد که پس از بالا بردن نفت از بشکه‌ای 2 دلار به 7 دلار، کل جهان در مقابل شاهنشاه ایران سرخم کردند و این همان شاهی بود که به او نوکر امریکا می گفتند. قطع رابطه با شوروی تزاری به دلیل خیانت به ایران. وقتهای ملاقات برای کشورهای عربی زیر 4 ماه نبوده است. این تنها گوشه ای از خدمات اعلی حضرت محمد رضا شاه پهلوی بود. قضاوت با شماست.